لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خانواده شریف و مسلمان افغانستان، خواران و برادران گران قدر و جوانان نازنین، هم از دختر و پسر در سر تا سر جهان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما فرید یونس گردانند و تهیه کننده دکتر یونس شو از تلویزیون جهانی آریانا نیوز در خدمت شما هستم و از همکاران گرامیم در کابل که مرا کمک میکنن و این برنامه را تهیه میکنن، یک جهان سپاسگزار هستم. پیشزی که به تفسیر آیات بریم، از جناب دانشمند گرامی دکتر امیر محمد یونس مشرف پویان که در شمال کالیفرنیا زندگی میکنن، یک کتاب نوشان برامده به نام قسمت از امراض مهم متداول به صورت دیالوگ به انضمام لطائف. کتاب برامده روان کردن جناب دکتر مشرف پویان، قسمتی از امراض مهم و متداول. دکتر صاحب دکتر طب هستن و این کتاب سیومشان هست که در جامعه افغانی به زبان فارسی تقدیم اهل علم و معرفت، مخصوصا علم طب قرار میگیره. ما این کتاب به خودشان، به همسر گرامیشان، خانواده گرامیشان و تمام جامعه افغانی و اهل علم و معرفت تبریک میگم و خداوند برشان عمر دراز، صحت کامل و حوصله زیاد بده که زیادتر کار کنن و ما را مستفید بسازن و از اینکه لطف کردن، مرحمت کردن، شفقت کردن، این کتاب بر من روان کردن، مرمدار یک جان ازشان سپاسگزار هستم. قسمتی از امراض مهم و متداول از جناب دکتر صاحب گرامی و دانشمند محمد میر محمد یونس مشرف پویان. و هر کسی که میخواهی کتاب داشته باشه، معلوم دار میتونه که بر ما به تماس شد و ما معلوم دار به خدمتشون چی میکنم. بسیار من این کتاب یک مرور کردم، بسیار چیزای جالب داره. مثلا در صفحه 41 در صفحه مرض شکر است که دیابتیس و چیزی که همه خصوصا کسایی که سنشان همه گی شکر می داشته باشه، اما کسایی که سنشان بلندتر میره معلوم دار زیادتر شکر می داشته باشه. معلومات بسیار علمی و در بالوش یگان تنز و یگان لطیفه و اینا که کتاب بسیار جالب تر می سازم. من تکرار به جناب دکتر صاحب کتابشون تبریک میگم و خداوند برشون اجر دارین نصیب کنم. امروز همچنان بعد از تفسیر در مسائل نامزدی، در وقت نامزدی صحبت میکنیم و مسئله نکاح در نامزدی که یک تعداد از خانواده مخصوصا در اروپا، و چرا در امریکای موضوع کمتر است، در اروپا زیادتر است؟ ایران باز برتان از نگاه جامعه شناسی که چون در اروپا درس خواندیم، در اروپا زندگی کردیم در گذشته های بسیار دور و امریکا، من ایران برتان تشریح میکنم. ایدای گذشته مبارک باشه و خودم امیدوار هستم که اید خوش داشته بوده باشین امرای خانواده های گرامی و واقعا اید سعید عطا، اید بزرگ مسلمان است و قابل واقعا تحسین است که مرا زیادتر به شکر و میداره که شکر که ما مسلمان هستیم، الحمدلله. ماش رسیده بودیم در آیه 93 سوره انام و تفسیرش ایسته که بسم الله الرحمن الرحیم، چی کسی ستمگارتر است از کسی که دروغ به خدا ببندد یا بگوید وحی به من فرستاده شده در حالی که وحی به او نشده باشد، و کسی که بگوید من هم مانند آنچه خدا نازل کرده نازل میکنم، و اگر بینی انگامی که این مظالمان در شدائد مرگ فرو رفتند و فرشتگان دستها را گشوده به آنان میگویند جان خود را خارج سازید،
امروز مجازات خوار کننده ای در برابر دروغ هایی که به خدا به خدا بستید و در برابر آیات و تکبر ورزیدید خواهید دید. در آن روز به حال آنها تأسف خواهی خورد. ای آیه 93 سوره انام به شأن نزول یکی از اشخاص است که به نام عبدالله بن سعد بود و عبدالله بن سعد یکی اول از یک از کاتبان وحی بود و پسان خیانت کرد که این خودش یک موضوع بسیار مهم روحی و روانی است در دین شناسی و در روان شناسی و که یک کاتب وحی بود و از نزدیکان پیامبر بود اما خیانت کرد. چرا اینطور یک اتفاق میفته؟ برای از اینکه از نگاه روانشناسی ما دل هیچ کس نمیفهمیم، دل هیچ کس غیر خداوند هیچ کس نمیفهمه. مثلا شما بگین اینه من زنم بسیار خوب میشناسم یا شویم بسیار خوب میشناسم یا پدرم میشناسم، شما اشخاص از نگاه روانشناسی از روی اعمال و کردارش میشناسیم اما از دلش هیچ وقت خبر نداریم. و ببینین که در تاریخ اسلام که یک کسی که کاتب وحی بود ای خیانت میکنه که عبدالله بن سعد باشه و ای آیه به ارتباط امو شخص نازل شده که ای میخواست که ادعا کنه که یعنی وام میتونه که مثل قرآن یک آیه بیاره یا یک خود پیغمبر بسازه. و بعضی از مفسران نیز گفتن که این آیه قسمتی از آن درباره مسلمه کذاب که از مدعیان دروغین نبوت بود نازل گریده است. و و این آیه از سوره های مکی است و طرفداران این شأن نزول یعنی از مسلمه کذاب معتقدند که این آیه همانند چند آیه دیگر از این سوره در مدینه نازل شده و به دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم در بلابلای آیات این سوره قرار داده شده است. در هر حال آیه همانند سایر آیات قرآن در شرایط خاصی نازل شده مضمون و متوایان کلی و عمومی است و همه مدعیان نبوت و مانند آنها را شامل می شود. اما اساسا همین آیه به ارتباط من که خوب تحقیق کردم به ارتباط عبدالله بن سعد است و که او میخواست که امی دروغ به خداوند ببنده. در اینجا دو گفت بسیار مهم است که ما شما باید که بفهمیم. یکی مسئله دروغ است که شما باید بفهمید که کسی که به خدا دروغ میبنده، امروز هم داریم در فیسبوک و میدیا و اینا که اینا آیات خدا را میگن که الیاز بلا دروغ است. اینا معلومدار جواب خودشان در آخرت میتن. در یک جامعه متمدن اسلامی کسی که سخنا را میگه او تنها از نگاه قانون باید که محکمه شا، نه از نگاه از اینکه مردم سر از او عمله کنن. و اینو ما چند بار گفتیم که برای از اینکه یک انارشی و بی‌نظمی سیاسی در جامعه رخ نده، جامعه باید قانونمند باشه و مردم باید که به قانون پابند باشن. وقتی که قانون پاس میکنه که قانون یک جامعه پاس میکنه که در یک کشور اسلامی آیات قرآن به دروغ گفت، ای آزادی کلام نیست در یک جامعه اسلامی که 99% مسلمان باشه و یک کس برای که بگه که ای آیات همش دروغ است علیاذ بالله. در اینطور یک حالت قانون باید که مطرح باشه و مردم باید که به قانون زندگی کنن و او از طریق قانون، برای که اسلام که آمد به خاطر از این اسلام آمد که مردم مدنی بسازه. یک مردم مدنی همیشه پابند به قانون می باشن. متاسفانه در کشورهای اسلامی قطعا مسئله مدنیت، مدنی ساختن جامعه خصوصا بعد از خلفای راشدین و خصوصا
بعد از امپراتوری های بزرگی که از بین رفتن مثل عباسی ها و عثمانی ها و اینا، مدنی ساختن جامعه هیچ وقت دیگه مطرح نبوده و مردم پس به افکار قومی و قبایلی و زور و تنش و شدت و اینا توسل جستن که خلاف اساسات عدلی اسلام، اخلاقی اسلام و مدنی اسلام است. یک کسی که نمیتونی اگه اداره میکنه و میگه که مثل که دیجا یک خانم در تلویزیون ها برامده بود که قرآن هم میگفت که غلط است، خود در کشورهای غربی هر کس هر چیز میتونه بگوه و هر کس در پشت تلویزیون میشنه هر چیز میگه، برای از اینکه دیجا آزادی بیان به قسم دیگه است. اما در اسلام هم آزادی بیان و کلام است، اما در چارچوب اخلاق اسلامی و کرامت و عزت انسانی که قرآن میگه لقد کرمنا بنی آدم. لذا یک مسئله است. و مسئله دیگه که در آیات آمده مسئله کبر است که در آخرش تستکبرون کسایی که کبر میورزن و اینا هم به مجازات بزرگ از طرف خداوند دوچار میشن، به خاطر از اینکه اینا مثلا نمی که یک دو رکعت نماز نمیخونه، ای از کبر است، ای از کبر است و ای هم بسیار زیاد خطرناک است که نباید که یک، خصوصا کسی که ادای اسلامیت میکنه، کسی که ادای اسلامیت میکنه او بحث جداگانه است. بریم به یک وقفه تجارتی کوتاه، پس تا خدمت شما هستیم. تشکر. با سلام مجدد خدمت شما. دو مسئله عمده که در آیات بود، یکی مسئله کبر مردم که بزرگترین کبر که کسی کبر میکنه اموست که آیات کلام الله مجید انکار میکنه و یا خود مسلمان میگه و از روی کبر و غرور و تکبر یک دو رکعت نماز نمیخونه، یعنی سر سجده فرو نمی کنه. و همچنین کسایی که به آیات خدا تکبر می ورزن. پیشتی که پیشتر بریم به کار خود، فراموشم نشه که روز جمعه 8 سپتامبر من در مسجد مبارک اسلامیک سوسایتی، ماسک آف اسلامیک سوسایتی در شهر لاس ویگاس، ما هم سخنرانی دارم هم کتاب جدید خود زیر عنوان Principles of Islamic Psychology، اساسات روانشناسی در اسلام، میره به افغانهای مقیم لاس ویگاس معرفی میکنم و لازم میدانم که بار دوم از یکی از عزیزان گرامی که همیشه مرا امایه و پشتیبانی کردن و همیشه از کارهای ما قدر کردن و همیشه اینا موقع را مساعد ساختن که من به لاس ویگاس برم، میخوایم تشکر کنم از محبتشان، از امایهشان، از پشتیبانی مالی و معنویشان، مانند بانو پروین جان باختری که همیشه یکی از حامیان و پشتیبانان بزرگ کارهای ما بودن و مسیحان بسیار زیاد مدیون و مشکور استم. امانجان نقشبندی که در قسمت فراهم کردن امی محل سخنرانی و مذاکرات با مسجد و سر ساختن کار و آمدن مدهوج بسیار زیاد کمک میکنن. امانجان نقشبندی من بسیار سپاسگزار استم و قیوم جان کریمی، انجینیر سب قیوم جان کریمی که از روز اول از سال 2007 که ما شناخته میشه همیشه
وقتی خبر میشه که یک کتاب برآمده و اینا، همیشه کوشش میکنه و در تلاش است که چطور یک کمک بکنه و بسیار دهی را پیش قدم است واقعا، که میخواه که نه تنها میخواه که به من یک کمک کنه، به کمونیتی افغان در لاس ویگاس خدمت کنه. و لیلا جان نزیهی، ببخشین، بله، لیلا جان نزیری که همیشه در قسمت فلایر ساختن و تنظیم و انسجام کار در لاس ویگاس همیشه مرا بسیار کمک کردن. ما از همه از عزیزا پیش از اینکه به لاس ویگاس برم روز 8 انشالله قلبا سپاسگزار هستم و تشکر میکنم. و ما یک معلم هستیم، از معلم تنها دعا و تشکری، دیگه چیزی کرده نمیتونیم. خداوند به شما اجر بده. روز جمعه 8 ماه سپتامبر ساعت 7 شام در مسجد مبارک The Mosque of Muslim Society در لاس ویگاس اونجا سخنرانی دارم. آمدیم برای بقیه تفسیر از این آیات، که یک دسته هستند که میگن که به عنوان انکار نبوت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم یا از روی استهزاء، میگن ما هم میتونیم همانند این آیات نازل کنیم در حالی که دروغ میگویند و کمترین قدرتی بر این کار ندارن. آره، همه اینها ستمگرن، یعنی دهیج ظالم. ظالم تعریف های مختلف داره. یک کسی که میگه که من آیات مثل از این آیات میارم، او یک آدم ظالم است و کسی ستمگارتر از آنها نیست، زیرا رای عق را برای بندگان خدا میبندد و آنها را در بیراه سرگردان میسازد و با رهبری رهبران راستین مبارزه میکنند، هم خود گمراهند و هم دیگران را به گمراهی میکشانند. چی ظلمی از این بالاتر که افرادی که صلاحیت رهبری ندارند ادای رهبری کنند، آن هم رهبر الهی و آسمانی. در اینجا این تفسیر از تفسیر نمونه است که من بر شما میخوانم و این بسیار یک تفسیر جالب است. براستی امروز یکی از مشکلات عمده کشور افغانستان رهبری است، که متاسفانه سطح رهبری فوق العاده ضعیف است و رهبری تنها به یک دکترا از یک دانشگاه امریکایی یا اروپایی و یا نوشتن یکی دو کتاب که آدم نوشته میکنه یا نیفام رهبری و به دانستن یکی دو زبان خارجی نیست. رهبری اوسته که یک رهبر مسلمان او چطور به اعتقادات اسلامی خود بسیار زیاد معتقد است و از طریق بسیار معتدل و آبرومندانه و شرافتمندانه میتونه که عدالت در یک جامعه مسلمان تأمین کنه. متاسفانه یک کمبوتی بسیار بزرگ است که ما در دوران مختلف تاریخ امیر ما داشتیم که ما یک رهبر سالم که بتانه واقعا افغانستان تنها آباد کردن دو دانه نیفام سرک و نیفام بند و انهار و گپا، این تنها آبادی یک کشور نیست. آبادی یک کشور اولش سر human resources است، سر منابع بشریش است، که اینه بسیار زیاد در کشورهای رو به انکشاف و کشورهای پسمانده بسیار غلط فهمیدن. ما میریم مثلا بند و انهار و نیفا مرشیز آباد میکنیم، اما مردم قطعا نمیرسانیم که چطور اونموره نگاه کنن، چطور از او استفاده کنن و چطور او را زیادتر معلومدار توسعه و انکشاف بدن. این کار نه، و به خاطر است که کشورهای اسلامی همیشه ناکام ماندن که اول مردم برسانن. پس یک رهبر سالم که در این آیه تذکر یافته، یک رهبر سالم اول مردم میرسانن. وقتی که مردم خودش رسید، اونا هم رهبر سالم خود هم نگاه میکنن، هم قدر میکنن، هم پشتیبانی میکنن و
و اگر کو میمورام یا نباشه امی قدرت فکری و عقلی را میداشته باشن که یک رهبر حتی سالمتر از او را انتخاب کنن. لذا رهبری در سطح در یک جامعه مسلمان تنها داشتن دکترا و مثل که گفتم دانستن یکی دو زبان خارجی و نعیفان نوشتن یکی دو کتاب نیست. رهبری در یک جامعه مسلمان نیست، یک مسلمان الهیات دانستن است، حکمت دانستن است و خود شخص پابند به او اعتقادات خود باشد. مثل که ما همیشه گفتیم که علم و عقیده و عمل، علم و عقیده و عمل علمش باید داشته باشه که متاسفانه رهبران اسلامی در کشور ما قطعا ندارن و همین اسرافی که اینا میکنن، همین لباس های مضحکی که اینا میپوشن و ایرا در کشور غریب و پسمانده که مردم در فقر و بیچارگی و بدبختی زندگی میکنن، همین خانه های مجلل که اینا زندگی، اینا کلش از عدم دانش و نادانی سطح رهبری است که اینا مثل جامعه زندگی نمیکنن که جامعه را به یک تعادل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی سوق بدن. و سپس مجازات دردناک این گونه افراد را چنین بیان میکند قرآن: اگر تو ای پیامبر این ستمگاران را به هنگامی که در شدائد مرگ و جان دادن فرو رفتن مشاهده کنی، در حالی که فرشتگان قبض ارواح دست گشودند، با آنها میگویند جان خود را نجات دهید یا خارج سازید، خواهید دید که وضع آنها بسیار دردناک و اسفبار است. اینه برای پیغمبر که اگه تو میتونستی که ایره ببینی، ایالت از یاره ببینی، کسایی که همین دروغها را بسته میکنن و کسایی که انکار میکنن و کسایی که یک رهبری ناسالم دارن، و تو از اینا را خواهی دید. و واقعا یک تعداد زیاد از اینا دمی دنیا بسیار زیاد اینا بدنام شدن و شرم جامعه شدن به خاطر از اینکه اینا لیاقت و کفایت و صلاحیت رهبری یک کشور مسلمان نداشتن. و چند نکته ای که در اینجا قابل توجه است که اولش مدعیان دروغین نبوت و رهبران قلابی همانطور که میبینیم به عنوان ظالمان در آیه معرفی شدند و در حقیقت ظلم بوتر از این نیست که فکر کسی را بدزدند و عقیده او را تخریب کنند و رای سعادت را بر او ببندند و او را مستمره فکری خود سازند. در اینجا ببینیم که آیه حکایه از آزادی فکر و آزادی بیان و اصالت انسانی داره. همین قسمت بر شما اثر میخوانم: مدعیان دروغین نبوت و رهبران قلابی، و رهبران قلابی همین کسایی که از طرف امریکا و از طرف روسیه و از طرف از اینا گماشته شدن، میبینیم که به عنوان ظالمان در آیه معرفی شدند و در حقیقت ظلم بادرالتر از این نیست که فکر کسی را بدزدند و عقیده او را تخریب کنند و رای سعادت را بر او ببندند و او را مستعمره فکری خود سازند. امروز امی رهبرای امی کارا را متاسفانه که میکنن. و جمله بستو ایدی هم ممکن است به این معنا باشد که فرشتگان قبض ارواح با کشتن دستا آماده قبض روی آنها میشوند و ممکن است به معنی دست گشودن برای شروع مجازات آنها بوده باشد. میریم به یک وقفه تجارتی کوتاه، پس در خدمت شما هستیم، ادامه میدیم. تشکر. سلام مجدد خدمت شما عزیزان. و وقتی که میگه که جان روح خود را نجات ساز، خارج سازید، که اینا خودشان قادر نیستن، این فرشتگان است که کار میکنه و در این در حقیقت یک نوع تحقیر است که اینا میشن، اینا یک نوع تنبل است که اینا خود رهبر ساختن
بدون از اینکه کفایت رهبری داشته باشن. و چون که اینا ظلم کردن و از جمله ظالمین هستن، در اینجا بر از اینا یک نوع استهزاء میکنه که تو نال جان خود نجات بده، تو نال جان خود نجات بده، اینا یک نوع تحقیر میشن در اینجا از طرف فرشتگان. و در 94 میخوانیم، در 94 میخوانیم که همه شما به صورت تنها به سوی ما بازگشت نبودید، همان گونه که روز اول شما را آفریدیم و آنچه را به شما بخشیده بودیم پشت سر گذاردید، و شفیانی را که شریک در شفاعت خود میپنداشتید با شما نمیبینیم. پیوندهای شما بریده شد و تمام آنچه را تکیگاه خود تصور میکردید از شما دور و گم شدند. تفسیر از آیه در مجمع البیان و تفسیر طبری و تفسیر آلوسی چنین نقل شده که یکی از مشرکان به نام نضر بن حارث گفت لات و عزی در دو بت بزرگ و معروف عرب در قیامت از من شفاعت خواهند کرد. آیه فوق نازل شد و او و امثال او پاسخ گفت. در آیه گذشته به قسمت از حالات ظالمان در آستانه مرگ اشاره شد و در این آیه گفتار ای را که خداوند به انگام مرگ یا به انگام ورود در صحنه قیامت با آنها میگوید منعکس شده است. و در آغاز میفرماید امروز همه به صورت تنها امان گونه که روز اول شما را آفریدیم به سوی ما بازگشت نمودید، و اموالی که به شما بخشیده بودیم و تکیگاه شما در زندگی بود همه را پشت سر گذاشتید و با دست خالی آمدید. بله، وقتی که ما از این دنیا میریم این به ایمان نیست که ما کار نکنیم، زحمت نکشیم، زندگی خوب نسازیم، اما ما از نگاه روانشناسی باید که تکیه به این چیزا نکنیم که فکر میکنیم که مال ما و اولاد ما و پول ما و ثروت ما ما را میتونه که نجات بده. همین چیزیست که یک تا زیاد حتی امریکایی هم فکر میکنن، فکر میکنن که نه، چون که ثروت داره و مال داره و زندگی داره، اینمی کل زندگی است دیگه، احتیاج به چیز دیگه نیست. همچنین بودهایی که آنها را شفیع خود میپنداشتید و شریک در تعیین سرنوشت خود میکردید هیچ کدام با شما نمیبینیم. امروز معلوم دار مسلمان ها هم بت نمیپرستن به شکل فیزیکیش که ما بت پرستی بگویم، اما امروز ما بارها گفتیم در جامعه افغانی پول پرستی، مادی پرستی، شخصیت پرستی، مخصوصا شخصیت پرستی که آدمای قاتل اینا رهبر خود میگن، آدمایی که کابل در دادن اینا رهبر خود میگن، یا کلش از نادانی میشه، این کلش از نادانی میشه. اشخاصی که تفرقه قومی را بپا میکنن بین فارسی و پشتو، اینا رهبر خود میگن. اشخاصی که تفرقه مذهبی را بین برادران و خواهران شیعه و برادران و خواهران سنی تفرقه میاندازن، اینا رهبر خود میگن. یعنی بت پرستی یک چیز سمبولیک است، یک چیز سمبولیک است. از نگاه دین شناسی امروز هیچ کس بت پرست، اما هندو که هندوست بت پرستش نمیکنه، خدا را پرستش میکنه از طریق یک چیزی که خودش ساخته. یا عیسوی ها خدا را پرستش میکنن از طریق تسلیس. و این مهم است این نکته که بت پرستی قسمی که در وقت کفار و مشرکین مکه وجود داشت امروز تقریبا هیچ وجود نداره، ولی که هر کس به نوعی از انواع خدا را میشناسه، کسایی که معتقد به الهیات و اینا هست به قسم خود. اما امروز بت پرستی قسم ارزندام کرده که بسیار بسیار حتی ما بر شما بگویم که خطرناکتر و وخیمتر جامعه را ساخته. و بزرگترین از این مادی پرستی و شخصیت پرستی است. حالا همین که عکس یک پرزیدنت در هر جای بند میکنن، چی مانا؟ در اتاق ببینی عکس یک پرزیدنت است، این خودش یک شخصیت پرستی است. میره کار خودم میکنه، 4 سال بعد پناهش به خدا رفت، خلاص شد. حالا من چرا عکس از رو در بالای سر خود بند کنم؟ تو برای خدا کار میکنی یا برای پرزیدنت کار میکنی؟ تو برای مردم کار میکنی یا برای پرزیدنت کار میکنی؟ پرزیدنت افتید مرد، بس مجبور میشه. مثل که من یک وقت در موزیم کابل کار میکردم،
تقریبا 40 سال پیش در موزیم کابل کار میکردم. وقتی که به اصلاح ما افغان ها چپگرمک شد، آمدن عکس ظاهرشاه را تا کردن، عکس داوود خان در موزیم کابل در مسر زینا بالا کردن، عکس ظاهرشاه را بردن در تاویل خانه ماندن. و من خودم شاهد بودم، با چشم سر دیدم که عکس داوود خان تا کردن، عکس ترکی را بالا کردن در موجه مانده. بعد از اوش من نیدم بعد ایک من از افغانستان برامدم. یعنی تا کی ما همی شخصیت پرستی را دوام میتیم؟ ما باید بر خدا کار کنیم، بر مردم کار کنیم، نه بر یک قوی دولتی که او خودش فاسد است و شخصی که در بالا ششته یک فاسد است و یک شخص فاسد هم معاکس شده بالی سر خود بند کردیم. این بسیار بر من واقعا بر من خنداور است. ها یک بیرق افغانستان می باشد یک اتاق قدسه، چرا نه؟ بیرق ملی سال اینم یک چیز است، اما شخصیت پرستی شروعش این زمی عکس و عکس بازی است. مشرکان و بتپرستان عرب، مشرکان و بتپرستان عرب روی سه چیز تکیه داشتن. این چیزی که تاریخ میگه، مشرکان و بتپرستان عرب روی سه چیز تکیه داشتن: قبیله و عشیره. امروز در افغانستان هر کس قوم خوده. یعنی ببینید که 1400 سال تیر شده و ما هنوزم قبیله پرستی داریم و قوم پرستی داریم و قبایل پرستی داریم. اینه ببینید، واضح در تفسیر آمده و در تاریخ که مشرکان و بتپرستان عرب روی سه چیز تکیه داشتن. اولش قبیله پرستی بود. امروز هم در افغانستان قبیله پرستی است. ما متاسفانه 1400 سال تیر شد از حالت قومی و قبایلی و قبیله پرستی نبرامدیم که با آن وابسته بودن و اموال و ثروتهایی که برای خود گرد آورده بودند. و سیام بودهای که آنها را شریک خدا در تعیین سرنوشت انسان و شفی در پیشگاه او میپنداشتند. یعنی قبیله، مال و بودپرستی. قبیله هم امروز در افغانستان است، مادی پرستی هم امروز در افغانستان به اوج رسیده و غریب و غربه و اینا کلگی به فراموشی سپرده شده. و بتپرستی، نمی مادی پرستی و شخصیت پرستی و خصوصا شخصیت پرستی و نفس پرستی، شخصیت پرستی، مادی پرستی، پول پرستی، خارجی پرستی، یا کلش بتهای امروزی است، یا کلش بتهای امروزی است. و در آیه 95 میخوانیم که خداوند شگافنده دانه و هسته است، زنده را از مرده خارج میسازد و مرده را از زنده. این از خدای شما، پس چگونه از حق منحرف میشوید؟ یکی از علامات خداشناسی و کسی که میتونه که حقیقت درک کنه که یگانه موجوده که زنده میکنه و میمیرانه خداوند است. هیچ کس دیگه ای کار هیچ وقت کرده نمیتونه. و ایران به شکل بسیار علمیش گفته که خداوند شکافنده دانه و هسته است، برای اینکه از دانه و هسته و اینام زنده رو مثل نباتات ارزندام میکنه، زنده رو از مرده خارج میسازد و زنده رو از مرده خارج میسازد و مرده رو از زنده. این است خدای شما، پس شما چگونه از حق منحرف می شوید؟ و در 96 میگه او شگافنده صبح هست و شب را مایه آرامش و خورشید و ما را شب را مایه آرامش و خورشید و ما را وسیله حساب قرار داده است. این اندازه‌گیری خداوند توانای داناست. که همین گردش کائنات، همین گردش زمین، امی مسئله مدار، امی مسئله آفتاب، این بغیر از این که
یک خدای واحد و یگانه تمام کنترل از زیر داشته باشه، دیگه کس دیگه کسی ای چطور امکان داره؟ با چطور ما هنوز هم نمیفهمیم میره یک خدای وجود داره و همیشه بر ما هست کرده و شب را مایه آرامش. ای از نگاه اقتصادی یک و از نگاه روانی و از نگاه اقتصادی یک موضوع بسیار عمده است که در آیه در هفته آینده بر شما ما تشریح میکنم 96 که شب مایه آرامش. ای هم یک موضوع اقتصادی است و هم یک موضوع طبیعی است و یک موضوع روانشناسی است. این را من در هفته آینده بر شما چی میکنم تشریح میکنم که اگه بکنم وقت کم مانده نمیتونم که برسم. میریم به یک وقفه تجارتی کوتاه و پس در خدمت شما هستیم. تشکر. با سلام مجدد، من فرید یونس از تلویزیون آریانا نیوز جهانی در خدمت شماست و شما تلویزیون آریانا نیوز جهانی را تماشا میکنین. خواهران برادرای عزیز، من بسیار چون من از 25 سال است که امرای خانواده های افغان شروع از امریکا شد و امروز از طریق اینترنت و تکست و ایمیل و اینا با خواهران برادرای در اروپا و در استرالیا و کانادا هم به تماس هستم که من مشکلات خانوادگیشون کوشش میکنم حل کنم، در صورتی که خودشون بخواهند که حل شوند. یکی از مشکلاتی که در خانوادهای افغان به وجود آمده این مسئله عزیزه که یک تعداد در گوش یک چند نفر پف کردن که دخترتان در وقت نامزاتی نکاح کنین. من ایره یک کوتا در فیسبوک هم امی جمعه که تیر شد نوشته کردم 31 آگست. این یک کار غیر شرعی، غیر مدنی، غیر اخلاقی و غیر حقوقی است که شما دخترتان در وقتی که نامزاد میشه او را هم نکاح میکنید. نامزدی در اسلام یک دور است و نکاح یک دوره دیگه است. نامزدی دوره شناخت است و ما در کتاب تساوی حقوق مدنی در اسلام، شما میتونید کتاب از آمازون بخرید، تساوی حقوق مدنی در اسلام، در این کتاب ما این موضوع را تشریح کردیم و اینال باز برای شما همین موضوع را من میگم که اولی که باید شما بفهمین که نامزدی دوره شناخت است. وقتی که یک بچه و یک دختر اینا به سن قانونی خود میرسن، سن قانونی یعنی از 16 به بالا، پیشتر از او در اسلام هیچ کدام شواهد در حدیث نیست که شما یک دختر 12 ساله را نکاح کنین و ای که در گذشته ای کار را کردن ما به گذشته دیگه کاری نداریم. وقتی که دختر به سن قانونی خود میرسه و خودش موافقه میکنه و خودش موافقه میداشته باشه، در اون صورت است که دوره نامزدی شروع میشه. دوره نامزدی وقت است که یک دختر خواستگاری میکنه، در اسلام دختران میتونن خواستگاری کنن، یا یک بچه خواستگاری میکنه، بچه هم میتونن خواستگاری کنن. و از این نگاه مدنی حقوق زن و مرد مساوی است. دختران میتونن که خواستگاری کنن، بچه هم میتونن خواستگاری کنن. وقتی که موافقه صورت گرفت اینا و پدرها و مادرهایشان اعلام کردن که حال دختر ما و بچه ما اینا چیز هستن، نامزد هستن، اینمی خودش اینا را به همدیگه حلال میکنن، حاجت به خود بخواندن و نکاح کردن نیست. اینا وقتی که اعلان میکنن که دختر من نامزد فلانی است، این خودش
اینمی یک نوع حلال کردن است. اینا اینا دو یک زوج یا جوره عاقل و بالغ مسلمان هستند. اینا حقوق خودشان میفهمند. اینا میفهمند که دوره نامزدی برای از اینکه ما تفاهم تبادل افکار کنیم، ما یکی دیگر را بشناسیم، از خوی و بوی و عادات یک دیگه خود خبر شویم، نه ای که انبستر شویم. و این در من این موضوع را در صفحه 63 از این کتاب بسیار واضح تشریح کردیم که وقتی که دیدار و خواستگاری از هم دیگر صورت گرفت، دوره نامزدی آغاز می‌یابد. دوره نامزدی دوره شناخت از هم دیگر است. در این دوره زن و مرد کوشش میکنن همدیگر را از نگاه روحی، معنوی، رویه و کردار را پیش آمد اجتماعی، عقاید سیاسی و اقتصادی درک کنند و بشناسند و در همه موارد تبادل افکار کنند. این دوره دوره تصمیم گیری برای نکاست. هر دو جانب حقوق مساوی دارد. اگر درک میکردند که نمیتوانند با هم زندگی مشترک را بسازند، گناهی نیست که محترمانه از هم جدا شوند و بدون این که به یک دیگر توهین کنند و یا به زور خود را بالای یک دیگر تحمیل کنند. قرآن مجید در مورد این دوره در سوره بقره آیه 235 و 236 چنین می فرماید: و در باره آنچی به شما سربسته از زنان خواستگاری کرده و یا آن را در دل پوشیده داشته اید، بر شما گناهی نیست. خدا می دانست که شما به زودی به یاد آنان خواهید افتاد، ولی با آنان قول و قرار پنهانی مگذارید مگر آنکه سخن پسندیده بگویید، و به عقد زناشویی تصمیم مگیرید و به عقد زناشویی تصمیم مگیرید تا زمان مقرر به سر آید. زمان مقرر وقت است که اینا تصمیم میگیرن که نال ما نکاح میکنیم، و بدانید خداوند آنچه را در دل دارید میداند. پس از مخالفت او بترسید و بدانید که خداوند آمرزنده و مهربان است. و اگر زنان را مادامی که با آنان نزدیکی نکرده اید یا برایشان مهر معین نکرده اید طلاق گویید، بر شما گناهی نیست. این دوره نامزدی است. برای مهر و خطبه که خوانده شد و عقد که خوانده شد او نکاح میشه. اما در اینجا و بدانید که خداوند آمرزنده و مهربان است. و اگر زنان را مادامی که با آنان نزدیکی نکرده اید، منادی چیز؟ منادی که یعنی که شما همراهش هم بستر نشدین. یعنی زن کتیت است، نامزادت است، اما کتیش هم بستر نشدی. یعنی تو میتونی که در رابطه داشته باشی، نشست و برخاست داشته باشی، در پیکنیک بری یا میله بری، سینما بری، در رستوران بری، کتیش هم بستر نشدی و برایشان مهر تعیین معین نکرده اید طلاق گوید، بر شما گناهی نیست. این دوره نامزدی است. در غیر از اون مهر خوب باید بده و آنان با طور پسندیده به نوع بهرمند کنید، توانگر به اندازه توان خود، تنگ دست به اندازه وس خود. این کار شایسته نیکوکاران. باز من اشتر کردیم و در دو آیه فوق چند مطلب عمده نهفته است. اول میبینیم که زنان و مردان عقد دارن در دوره نامزدی با هم نشست و برخاست داشته باشند و در موارد مختلف با هم صحبت کنند، و ما چون دوره شناخت است، حکم میکند و به عقد زناشویی تصمیم مگیرید و به عقد زناشویی تصمیم نگیرید تا زمان مقرر به سر آید. زمان مقرر آن زمان است که زن و مرد مطمئن شوند که میتوانند با هم یک جا زندگی کنند. و همچنان در آیه بعدی یعنی 236 خداوند میگوید که اگر مهر تعیین نکرده اید، اگر مهر تعیین نکرده اید و از آنان جدا میشوید، بر شما گناهی نیست. در واقع دوران نامزدی وقتی که شما جدا میشین هیچ کدام گناهی نیست. شما میگین که ما بر هم دیگه ساخته نشدیم، ما بر هم دیگه ساخته نشدیم و ما نمیخوایم که دوام بتیم، خداحافظ. نزدیکی وقتی صورت میگیرد که نکاح صورت گرفته باشد. نزدیکی وقتی صورت میگیرد که نکاح صورت گرفته باشد. هیچ کس نمیداند با هم بستر شود تا اینکه نکاح صورت نگرفته باشد.
و اخلاق نیکو با با و و یعنی در دوران نامزدی شما می توانید جدا شوید و از روی انسانیت و اخلاق نیکو باید با یک تحفه او را بهره مند سازید. مرد مسلمان و زن مسلمان همیشه از کردار نیک و اخلاق نیک کار می گیرد و اگر نمی توان سازش نمود محترمانه از هم جدا می شوند، نه اینکه از رویه غیر اخلاقی کار گرفت و خود را تحمیل کرد و یا تهدید کرد و از الفاظ رکیک کار گرفت. در دوران نامزدی زن و مرد با هم محرم هستند. زن و مرد مسلمان بعد از اینکه نامزدیشان رسما اعلام میشد نظر با آیه فوق محرم هستند. و اینکه بعضی دانشمندان اسلامی مانند امام عبدالحمید کشک که در کتاب خود زیر عنوان بنا الاسره المسلمه مرد و زن را در دوران نامزدی نامحرم خوانده است، یک فتوای غیر قانونی و ضد قرآنی است. یک مردکه عربی آمده از شکم خود یک فتوا را کشیده که اینا نامحرم هستن. از روی چی؟ قرآن براتون واضح در اینجا میگه که اینا وقتی که تو نزدیکی نکردی هیچ کدام مسئولیت نداری. تو از روی چی فتوا را دادی؟ حضورم یک آدم دیگه برای از اینکه یک عرب است و یک عالم است او را باید نقل قول کرده در کتاب خود. خب در سر از ذکر علما اینا بالکل دین اینا بالکل یک چیز ببلو ساختن برای مردم. ما نشته کردیم یک فتوای غیر قانونی و ضد قرآنی است. هیچ گونه حدیث وجود ندارد. هیچ گونه حدیث وجود ندارد که نامزدان را نامحرم گفته باشد. زن و مرد مسلمان قبل از این که نامزد شوند باید مراتب اصول اخلاقی اسلام را بدانند. آنها باید بدانند که هم بستر شدن زمانی رواست که نکاح صورت گرفته باشد. دلیل عمده ای که رسول خدا تاکید کرده تا کودکان از سن 7 سالگی به نماز دعوت شوند همین است که تا سن بلوغ مراتب دین را بیاموزند. چون نظر به سخن پیشوای اسلام نماز ستون دین است، یک مسلمان با آموختن نماز همه اصول قواعد و مراتب اخلاقی دین و اساسات را در قبال نماز می آموزد. پس یک زن و مرد مسلمان زمانی که نامزد می شوند مراتب ثواب، اجر و گناه را می دانند. مثل که ما کلانا باید بدانیم. حاجت به جوانای ما نیست. آنها می دانند که جماع یا همبستشان قبل از نکاح روا نیست و متبادل افکار، تبادل نظر، شناخت هم دیگر از نگاه روحی و معنوی و فکری و روانی در نامزدی مطرح است. این که خانواده فورا ایشان را در دوران نامزدی نکاح میکنن، پس تفاوت میان نامزدی و نکاح چی شد؟ دوم این که وقتی که ما اجازه ندهیم که دختر ما آزادانه با نامزدش گشت و گذار کند معنی آن این است که ایمان دختر یا پسر ما ضعیف است و یا ما به اخلاقشان اعتماد نداریم. که این یک توهین به نامزدان است. مهمتر این که قرآن دوران نامزدی را اجازه داده و اگر ما غیر آن عمل میکنیم خلاف قرآن رویه کرده ایم و این گناه بزرگ است. سوی زن و بدگمانی قرآن را حرام دانسته است و ما نباید به اولاد خود شکبر باشیم که مرتکب گناه میشود. بریم به وقفه تجارتی کوتاه، پس در خدمت شما هستیم. تشکر. با سلام مجدد، قسمت اخیر برنامه است. موضوع رو براتون میگم. ما نباید که اولادای خود سر شکبر بشیم که حالا بچه خود حتما نکاح کنیم که نکی میشه که گناه کنه. ما باید به بچه خود پسر خود اعتماد کنیم، به جوانان خود آزادی بدیم. اسلام دین آزادی است، اسلام دین شرافت و کرامت است. اگر گناه میکنن مسئولش خودشان هستن، مسئول پدر مادر نیست. ما چرا به سوی زن و بدگمانی و به شک با اولاد خود بنگریم که نال من اولاد مگر نکاح نکنم حتما گناه میکنه؟ هیچ به توی هیچ به سر قانونی خود رسیده. وقتی به سر قانونی خود رسیده گناه میکنه، زنا میکنه، هر چیک میکنه مسئولش خودش است، شما دیگه نیستین. او خودش جواب خود پیش خداوند میده، حتی پیش مردم میده.
اما که ما خلاف قرآن رویه میکنیم و اگر از یک آدم یک عرب وهابی ناقص العقل یک چیز نقل قول میکنیم که فلانه آدم در فلانه کتاب گفته که نامزدها در با هم محرم نیستن، پس نامزدها چطور بشناسن؟ حالا این سوال است امروز که در جوان ها میکنن. اگر ما یکی دیگر نبینیم و گشت و گذار نکنیم و نشینیم و نقیزیم، ما چطور یکی دیگر بشناسیم؟ ما چطور بتونیم که یک زندگی آسوده بسازیم؟ در حالی که این حکم قرآن است که شما نامزد شوین، بشینین، گشت و گذار کنین، قصه کنین، عادات یکی دیگه تان رو بفهمین، افکار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تان رو بدانین، خانواده های یک دیگر رو بشناسین، بعد از اون تصمیم بگیرین به نکاح که من آیات سریع برای شما خواندم. و هر کسی که به سن قانونی میرسد حق تصمیم را دارد و خود مسئول ایمانداری خودش است و ما نمیتوانیم بالای مردم و در این بحث اولاد خود پلیس شویم. بلی، تنها بودن زن و مرد نامحرم در اسلام جایز نیست، اما وقتی که زن و مرد نامزدی خود را برای مردم رسما اعلام میکنند، آنها با هم محرم میشوند. قسمی که گفتیم حدیثی وجود ندارد که نامزدان را با هم نامحرم سازد. بکشین یک حدیث که شما برای که مرجع قانون در اسلام قرآن و حدیث است. قرآن براتون خواندم، حدیثی وجود نداره در مورد. حدیثی وجود نداره که نامزدان با هم نامحرم هستند و یا زن و مرد با هم بعد از دوره نامزدی نمیتونن گشت و گذار کنن. امروز زنان ما در مجالس علمی شرکت میکنن، در سیمینارها شرکت میکنن، با آنان که در رشته کارشان کار میکنن و یا همکار دفتر اوست مسائل را بحث میکنن. پس ما بگویم که اینا نامحرم هستن و نمیتونن با هم نشست و برخاست کنن؟ حالا زن ما، همسر ما، بی بی آجی میره در یک دفتر کار میکنن، حالا ما رو بگویم که تو نرو در دفتر کار نکن برای اینکه اون مردم نامحرم است؟ اینجا عربستان سعودی نیست، اینجا کویت نیست. اما کویت و عربستان سعودی هم که باشه، ای که وهابی ها همه چیز اسلام بالکل بد معرفی کردن و حتی زنان درایف کردن هم میتونن و زن حق از برآمدن از خانه رو نداره و حق هیچ چیز حق نداره در عرب سعودی. ما بارها گفتیم بعد تمام مشکلات جهان شیعه ایران نیست، عرب سعودی است که مقدر مشکلات بار آورده. میره بسیار با وضاحت بر شما میگم و من هیچ کس ترس و بیمم ندارم، هر تهمتی که سر ما شما میزنین بزنین، مثل که زدن. بانان که در رشتهشان کار میکنن و همکار دفتر و مسئله رو بحث، پس ما بگیم که اینا نامحرم هستن و یا نمیتونن با هم نشست برخواست داشته باشن؟ خامخواه دیدارشان در جای غیر علمی و غیر محیط کار خلاف سنت اسلام است و به شخصیتشان صدمه میزند و نباید ریسک را بگیرند. و این هم همه انسان ها آزاد خلق شدند و خودشان مسئول اعمال و کردار خود هستند. اخلاق آموخته و تدریس می شود، قانونمندی نمی شود. یک مشکل کشورهای اسلامی امین است که همه را با فتوای غیر علمی و خلاف کرامت انسانی در قوطی کردند و جوانان را بیزار از دین ساختند. کتاب مرا می تونین بخرین بخونین، تساوی حقوق مدنی در اسلام از دکتر فرید یونس. این چیزایی که امروز این وهابیا و اینا هر روز بر ما فتوا میتن و بازور یک چند نفر دیگه بدون تحقیق، حتی بدون از اینکه قرآن درست خوانده باشن، بدون از اینکه حتی قرآن درست خوانده باشن اما تفسیرش درست خوانده باشن، با میان اینا فتوا میتن، بازور فتوای احمقانه از اون میگرن در کتاب خود چاپ میکنن. این دیگه گناه اسلام نیست، این گناه محقق و عالم است. من همیشه میگم که عالم اوست که مردم بر رفاه و آسایش و آزادی و علم و معرفت چی میسازه؟ رهنمون میسازه. عالم مردم در قوطی نمیکنن. عالم آزادی های فردی مردم ها را سلب نمیکنن. عالم میخواد که مردم بنده خدا باشن، نه بنده عقاید فکری جناب از او عالم. عالم هیچ صلاحیتی نداره بجز از قرآن و احادیث حضرت رسول کریم که با نص قرآن مطابقت داشته باشه. بعضی که احادیث هم احادیث جعلی در میتونه
مداخل شده. دمی عرفات در ده جای در خواندیم که روزه عرفه، روزه ماه عرفه ثواب بسیار زیاد داره. نوشته کردن که 700 حسنه برای یک کس نوشته میکنن در آخرتش وقتی که در عرفات روزه میگره. اما در حدیث صحیح بخاری چی میخوانیم؟ که ما پیغمبر شک داشتن که روزه داره یا روزه نداره، و نتیجه ای که ما رفتیم بر شیر دادیم و شیر نوشید. این حدیث صحیح بخاری است که غلط است. مشکل ما مردم اینه میسته که ما بدون تحقیق، بدون از این که حتی قرآن درست خوانده باشیم یا حدیث را که میبینیم امی حدیث به قرآن سر میخوره یا نمیخوره، امی فتوایی که داده امی فتوا به قرآن سر میخوره یا نمیخوره، هر کس از شکم خود یک چیز گفته. مرجع قانون در اسلام قرآن و احادیث ثقه حضرت رسول است که به قرآن سر بخوره. باید ازش کلش بیهوده است، هر کس هر چی گفته بیهوده است. من هیچ وقت نه خلاف قرآن من صحبت میکنم، نه من خلاف حدیث صحبت میکنم. هر کس هر فتوا را آمده بر ما داده. من شما خانواده مسلمان هم میگم که دخترتان بچهتان در دوره نامزدی نکاح نکنین، بانین که اینا یکدیگر را بشناسن، تصمیم به نکاح خود بگیرن، اگر نکاح میکردن باید نکاحشون کنین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. فرید یونس، تشکر.